آنچه در پارت 26 ماینکرافت خواهید دید. بازم سرمو کلا گذاشتی؟ محسن باز به تو اعتماد کردی و باز نتیجهش دروغ گفتی به ما محسن؟ باز خجالت امروز محسن بهمون گفته که بیای مهدیونه وحدت و برادری گفته کارمون داره. سلام آقا امین. آقا امین محسن آقا پدرام هم میبینیم اون تا محسن جریان چیه؟ تشریف بیاری خواهش میکنم. خستم کردی دیگه، دستت کج شده واسه هی داری میزنی ها. دستت کج شده واسه هی چیزی. سلام صبح بخیر. سلام وحش خاک تو سرت کنم بایی سلام کردن. شیوه عجیبیه واسه صبح بخیر گفتن. آخه ما تو مدرسه هم یه یاروی داشتیم هر روز صبح که میمهد نمیدونم دیدین یعنی بغل زانی یه جای حساسی هست ضربه میخوره اصلا ضعف میره. این من صبح سلام که با زانو میزد اونجا قشنگ اینجوری من خواستم بشی به اون چه مدرسه دیگه واسه این کارو کردن دلیل نمیشه بیای بابا این کارو بکنی. یا شاید نگه این ویدیو داری میبینی ممنون از ایده که بهم دادی برای ضبط های بعدی. بچه مهمون داری اوکی نزنش خواستم به سلام بکنم بدم دیگه تموم. بچه مهمون بود از اون طرف اومده بود پنجا خاک تو سرتون. حالا مثلا میبینید داستان این بدبخ اینجوری بوده که پاره شده از ندر فرار کنه ما کشتیم. آره اومده بود جو پناهنده شو مثلا زدیم کشتیم. خب آقا بیا جمع شد من توضیح بدم بهتون. من یه مقاله خوندم اخیراً. خب اون مقاله میکنم. آره بابا یعنی مقاله خوندم برست. نوشته بود که شما اگر توی یک عمق خاصی از زمین توی یک جای خاصی از سیدتون برید بکنید حفر کنید برید پایین به یک منبع عظیمی از دایموند میرسید. خب بعد اینو من خیلی زیاده بعد من اینو پیداش کردم. این خیلی نزدیکه توی سید ما یه دونش نزدیکه یعنی بیشتر از حالت معمولی خیلی زیاده یعنی از بیشتر از حالت معمولی که هیچی خیلی زیاده یعنی اصلا هممون ثروتمند میشیم. بریم اینو بشکافیم بیاید تو راه من نشونتونم میدم کجاستی. بیاید همه گیر چی نینی دات کام دارک وب ایران اونجا میتونیم محتوایی رو پیدا کنیم که از نظر قانونی حتی واسه دارک وب هم قفل. این از تو خونه پدرام رد شد جنگل پدرام. من خونم اونورش در نداره. میشکافیم میریم. نکته جالبی که خونه پدرام داره اینی که اگه دقت کنید اینکه زمین دزدی کرده دیگه رفته واسه خودش تا اون ته. این چیه؟ چرا گاو اسپاون شده این تو؟ تو گاو اسپان شده؟ اینجا هر چیزی داره اسپان میشه الا زامبی. What the fuck؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ سروش نیست؟ سروش؟ نه سروش نیست. بچه پدرام کراسی بیاین درگیر حاشیه نشین بفرات شورت 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 چرا خونه این بدبخت گند زدی تو در نداره این ولش اینو باید بسش در بسازی. نه در نمیخواد این بعد این درهای مخفی دارک سولز بود. تشریف بیارین یه دهکده نزدیکه. خب اینو روینم بغلشه و ما اونجا کار داریم. بیاین مسیر رو بیاین بریم. اوکی ولی جدی چند درصد حالا احتمال میدی اونجا هم چه اتفاقی میفته؟ 100% 120% داد عجیبی میزنی. منبعشو میشه بگی حداقل به ما هم بریم بخونی؟ وبسایت چیز دیگه وبسایت معروف jamesdot.com. یکس منبع آب میفرستم. منبعش فلزی و موثق. نه من خون بابا باورم کنید. فکر کنم بهتره فعلا بخوابید فعلا. بیاید همین تخت بهتون بدم همینجا بخوابید. چه این خیلی عجیب مهربونم شده. دو تا تخت بخوابین همگی. منبعش معتبره. من مثلا منابع زردو نمیخونم. دوجه داره معتبر. اومدم بغلت هم خوابیدم یکم بیشتر بده اعتماد کنم. از این کارو نکنید. صبح بخیر. یا امور الان بمیریم برمیگردیم. نه واسه چی بمیری؟ دارم میبرمت دایموند پیدا کنم. ولی اوکی بزنید اینجا. بیاین دیگه نمیخوام. من حقیقتش حس خوبی ندارم. نه حس خوبی داشته باش. حس عالی داشته باش. به من اعتماد کن. بهتره. تشریف بیارین. از این ور ما اینو باید بریم پایین. از این بریم پایین. میبینی اینجا. اینو بگی بیا پایین. همینجوری. یادم اون اپیزود قضایی افتادم که کندیم هی به هیچ جا نمیرسیم. نه این نفر قرار به همه جا برسیم. اونو که رسیدیم برای چی شایعه میکنیم؟ ما پیدا کردیم گنجو بعد از یک قرن رسیدیم. مشبک زدی اینجا به خاطر ویلیج این پایینش اینجوری اسپان شده. آقا این به خاطر ویلیج چه اینجا ما پیدا کردم همجور بکنیم. حالا بریم پایین میرسیم به دایموند زیاد. س
صبر کن، من دارم سایت رو میکنم، این سایت محل کندکاری ماست. خب بچا خیلی خوب. آقا سایت کجاست؟ اینجاست، همینجا، همین یه تیکه که توش وایسادیم، این توه. اینو شما بکنید برید پایین، برسید نزدیکای بدراک که بشیم، نزدیکاشا نه حالا خوب به خودت، نزدیکای بدراک که بشیم منبع لا تمامی از چیز داریم، دایموند داریم. اوکی الان بکنید که بریم دیگه. حالا فرمانده از دست رفته، جانم جانم یه سخنرانی چیزی بکن، دو سریه هیچ سخنرانی نمی کنیم، دلمون برای سخنرانی دوست داریم. خیلی یه چیزی حالا یه نطقی بکن، بذار بالا، بذار بالا، بعد ارتفاع بگیرم. آقا ما اینا سنگ در شأن تو نیست، به چیزی برای پیشنهاد داری؟ در شأن این یه شت به کار بیا بیا خیلی پیاده. آقا قراره که چیکار کنی؟ پیلار شیم، پیلار بیاریم، پیلو کلنگاتون رو دارین؟ خب قسم به لحظه شیرین پیل زدن، قسم به لحظه شیرین کندن کابلستون، قسم به لحظه شیرین دیدن رگه های دایموند. شما لیدرهای از جنس دایموندین. هی الان یعنی بکنیم؟ بکن زیادی حس میکنم. آفرین، انگیزه داشته باش، تو میتونی. بچه دیدی داری به همه چی میرسیم، به سوراخ رسیدیم. مستقیم پایین نرید، فقط مراقب باشید، بیرون پاتون رو نکنید. کجا رو بکنیم؟ کجا رو بکنیم؟ بعد زیر پامون رو بکنیم دیگه. بعد یعنی بلوک زیر پاتون رو نکنید. یا کیه؟ الان میزنمش، فرمانده الان میزنتش، فرمانده الان میزنتش. بچه خیلی مراقب باشید، چون اگر پایین تر بریم به لاوا داریم میرسیم کم کم. افتادم من پایین. We don't care. الان خب الان کجا بریم؟ این زیاد امن به نظر نمیرسه الان. این دیگه آره نه نه برو 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 پایین، به من نزدیک شین، به من نزدیک شین فقط. محسن من الان کل این آرمورامو نمیدونم شمشیر من شمشیر تو الماسترینی، تو میتونی، تو میتونی. صدا چیز میاد؟ موزات میاد؟ موزات خوف کردم. نه آقا بیا اینجا، بیا جمشید، نیاز به سخنرانی دوباره داریم. بیا اینجا، بیا اینجا. خیلی داره خطرناک میشه، من احساس میکنم که نه نه اصلا خطرناک نیست. گوش کنید، بعد من تکرار کنید. نگرش ما، کلنگ ما، قدرت ما، بیل ما، بیل ما، فقط و فقط بیل میزنی، بیل میزنی، بیل میزنی، فقط و فقط بیل میزنی، بیل میزنی، فقط و فقط بیل میزنی، بیل میزنی. احسنت. چه لامپو کندی؟ باور کن این زیر مزاره. زیر پاتو نکن خب عزیزم. بچه یکی داره زیر منو میکنه. شما زیر خودت رو میکنه. این چیه که کلنگ من نمیکنه؟ What the fuck؟ بدراک رسیدیم، بدراک. بله ما به بدراک رسیدیم. رسیدیم؟ آره. ناامید نشین، کلنگاتون رو باور کنید. کلنگامون ما رو باور نداره. کلنگاتون رو کنید. ببین آقا بس از این بیشتر. عزیز من، عزیز من، جوری کلنگتو باور کن، جوری کلنگتو باور کن که حتی آبسیدین هم نتونه شدش وایسته. بکن، دلمون میخواد بکنیم بدراک. نه بکن، ناامید نشو، ناامید نشو، بکن، باورتو باور کن. آقا این مقاله که من خوندم معتبره. آقا امیران بالا نه نه رو زندگی ما رو هر وقت به این محسن اعتماد کردیم و بو میدیم محسن. آقا من مقاله خوندم، خب من چه میدونستم تو مقاله اینو نوشته بود. تو نگفتی، گفتی اینجا رو من رفتم پیدا کردم. نه مقاله نوشته بود اینجا. من رفتم بالا، من فریب خوردم، من ببخشید. نمیخواد پدر ما رو داره این همه بیل زدیم به بدرا. اگه بیشتر تلاش میکردیم میرسیم. حرف نزن، صحبت نکن. چی دیگه همچین آخی گفت؟ نیما اوکی؟ آره یه دفعه افتادم پایین. این سنگامو میریزم این پایین اگه دوست داشتید برشون دارید. حالا اصلا دلیل چی بود که گفتیم ما باشیم بیایم تا اینجا اینا بدبختی بکشیم؟ نه تنها وقت ما رو حروم کردی، وقت بیننده ها رو هم حروم کردی. یعنی خاک بر سرت کنه. بابا دایموند اینجا بود، با من گفته بود اینجا دایمنده. بچه ها شما بزرگی خودتون ببخشیدش. از جای درست سایشن مقاله بخون. خب من یکم سورسای معتبرتری رو انتخاب کنم. من سورسامو باور کردم آخه. الان بگو حداقل اسم سورس چی بود؟ fakenews.com نبود؟ نه نه اسمش خودی سخته. کلنگم چقدر آسیب دید؟ برای این بود که کلنگتو باور نکردی. ای کلنگتو باور می‌کردی؟ کلنگمو سفت باور کرده بودم اتفاقا. خیلی سفت. می‌خوای باورمو به تو هم منتقل کنم؟ نه نه نه. The next morning. ما شبو که همینجا خوابیدیم، یعنی نشروع کرد دوره، شروع کرد دوره. بمیر 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 خستم کردی صبح اول صبح. اگه میشه به من سلام نکن، اگه میشه به من سلام نکن، من همینجوری هم قبولت دارم. صبحت بخیر.
چقدر پریدی. یه دفعه یه شبه دایموند داد. یه شبه نبوده ناکن، من یه شرکتی زدم. دیروز شرکت نداشتی، یه دفعه الان شرکت پدیدار شو. دیگه دنیا سری میگذره دیگه، اینجوریه که تو هر روز باید کار کنی به ثروت برسی. جابجا کن کارات آروم بگیر. نه خب آخه شماها به من انتقاد داشتین که من یه خورده کارهای غیر قانونی میکنم به هر قیمتی پول در میارم. من رفتم گفتم خب آقا چی کار میشه کرد؟ کار قانونی، کاری که مجوز داشته باشه، اصلا کار درستی هم باشه، یعنی همه انجامش بدن، هیچی را گرم نداره که واقعیه یا طرح دایموند. نه کاری که راه انداختی مجوز داره. بله بیا اینا ها ببین. یعنی تو بگی چکش کن. دارم به همه تون مجوز هم یه کپی برابر اصل از همه. مسیران کاملا قانونی و مورد تایید می باشد. مسیران اسم شرکتته. اسم شرکت هم مسیرانه. حالا من گفتم می باشه غلطه، مورد تایید اصل می باشه. دیگه ببخش. نظر سازمان حمایت از مشاغل ماینکرافت است. احسنت احسنت. اوکی. اینو اونا نوشتم، من ننوشتم. حالا خلاصه گفتم که بیایم کار غیر قانونی نکنیم، کار قانونی. کار قانونی چی میتونه باشه؟ آره عزیزم چرا درسته؟ من هیچ ایده ای ندارم. محسن داری چی کار میکنی؟ یه توضیح بده. آقا شرکت هم قانونیه دیگه، دیدین دیگه. به واسطه فعالیت توی این شرکت میتونید محصولات دهکده ما رو بفروشین. آقا بهتر از این، قانونی تر از این. شما ببین محصولاتی که من بهتون میدم و برداشت کردیم رو بهتون میدم. شما ور میدید میرید توی ویلج میفروشین به این ویلجرا. اون وقت ما هم میتونیم از این آرمورا واسه اسب. احسنت. شما مگه مثل من کار کنید میتونید صاحب این اسبای با آرمور. یعنی تو این کارو کردی دایمن. و توش به موفقیت بله. رسیدی. بله دقیقاً. یه کم شبیه شرکت‌های هرمی اونا که نیستن. من چرا از این شرکت‌های نتورکی احیانا نیست منظوره؟ چرت و پرت چیه میگی؟ کار قانونی ماینکرافتی مورد تایید. محصولات بومی دهکده خودمون رو می‌خوام بفروشم. حالا ما چجوری باید وارد شیم و چجوری به درآمدزایی میرسیم؟ کلید ورود به شرکت اینه که نگاه کن به هر حال ما زمانی رشد می‌کنیم که تعداد آدم‌هایی که در کنار ما باشن زیاد بشن. شما الان بعد کاری که بکنید اینه که برید تو دهکده اینجا او. هر کدومتون وردید برید یکی رو بیارید دیگه، وردید برید یه دونه از این ویلیجرها رو بیارین راضیش بکنید، بگین که آقا بیا میخوایم کار قانونی بکنیم، بیزینس قانونی بکنیم. آره. دوسته قدیمی تو خاله عمه عمو نمیدونن پدر مادر هر کسی که گیر میاری اصلا رفقای قدیمی تو بگرد پیداشون کن بیارشون تو بیزینس. اتفاقا محسن من یه دونه اینجا دارم، من یکی از رفیقام چند سال اینجا زندگی میکنه. احسنت. برو سراغش، برو سراغش بیارش. کدوم خونه است؟ یعنی میتونم از این داشته باشم هم؟ بله بله همه شما میتونید صاحب این اسبای دایموند شین. همتونو بگیرم. نه نمیتونی. نه من فال شما رو میشناسم. ما رو گم کن. اسباب نداشت خیلی. آره. حاجی این یه ذره آشنا نظر میاد. آشنا پیدا کردی الان؟ ویلجرا خیلی وایسا. اسمش آقا آقا باش ارشی تویی؟ آره منم. برای چی؟ آجی من پدرام هم یاد نمید دوستان با هم رفیق بودیم بغل دستی بودیم. پدرام همون که دست و دماغش میکرد نه راستون جعفر بود. آقا بغل دستی هم بودیم سر این صندلی میزا دعوام که خطش رو با لاک چیز میکشیدیم، میگفتیم اینجا نصف میز منه نصف میز توه، هی میگفتی نه. یادت نیست چی؟ آقا یادم اومد همون بچه زنگ کلاس. آجی چون اینجا چکار میکنی؟ ویلیجر شدی؟ دیگه بیپولی فشار آورده چیکار میتونم بکنم؟ آچه دبستان تا حالا نهیدند ولی چقدر خوب شد دیدند. اصلا حالا که الان تو این وضعیت هم دیدند یه پیشنهاد عالی رو ست دارم. آره من پیشنهاد خیلی دوست دارم. میخوای یه شبه مزدسته بگیری؟ مزدسته؟ حالا مزدسته که نیست، حالا تو ماینکرافت یه دونه اسب خفن با دایمن اسمش هم بذار مزدسته. چرا که نه از خدامه. پدرام اینجا داری زیاد آدم جمع میکنی و فکر کنم اینا همه شنیدن فکر کنم ماجرا چیه. آره یکم آره بچه آره بیم شما هم جمع شید. اش اینا رفیقات ها؟ آره اینا داشی ها من. ببین من میبرم ات یه جایی، بیا اونجا اطلاعات کامل تر رو میدم. باشه باره که بریم. A little longer than a few minutes later. پدرام یه کمی داره به زور میاره ولی خب به هر حال اوکی. نه اوکی اوکی. سی زیاد راضی نبود و یعنی با خواهد مهم نیست. به زور با زور بیار پول دارش کنی. کیه بابا یواشتر؟ اسقر بیا بیرون اسقر نقاش. بیا کارت دارم. تو دیگه کدوم خریه؟ نیما فرشین دیگه. این همه میرفتیم با هم این ورم ور رنگ میزدیم خونه های مردم کار میکردیم. من کسی به اسم نیما فرشین خیلی وقت دیگه نمیشناسم. منو یادت رفت به این زودی؟ بیا بیرون میخوام پولدارت کنم دیگه، لازم نیست نقاشی کنی الکی. برو نمیخوام ببینمت. بعد این همه سال اومدی منو پولدار کنی؟ میخوام صد سالی سیا پولدار نکنی. چقدر بده ها؟
خاک بر سر رفیقات زیاد آدمای درست حسابی نیستن. نه مرتی که بشور خاک بر سرت، حقت بزنم در خونتو بکنم. صاحبش هم اومد کار به پلیس هم زنگ زد. عارفی بریم اسخر نقاش همیشه سه چهار تا بادیگارد داره از گولاخ مولاخ. عارف مگه نقاش نیست بادیگارد دوست چی بد باشه؟ آره ولی خیلی چیزه. ولش کن بیا بذار من برم چند تا ببینم دیگه کس دیگه میاد غریبه مریبه، یه نفر بردارم بیارم دیگه. بعد از اینکه دوست نیما دست رد به سینه زد، نیما خیلی ناراحت شد ولی تسلیم نشد و پیش خیلی از ویلجرها رفت تا شاید بتونه حداقل یک نفر رو متقاعد کنه، ولی هیچ کدوم از ویلجرها حتی راضی به صحبت کردن باهاش نشدن و بالاخره نیما امیدش رو از دست داد. ولی ناگهان ما تا اینجا فکر نکنم زیاد موفق بوده باشیم در واقع، چون یه نفر رو فقط حالا پدرام بگیم به زور نیاورد باهاش صحبت کرد، ولی یه نفر رو آورده. تو این کار اهمیتی نداره، تو باید به همه زنگ بزنی. بسته تو 30 ساله ندیدی بهش زنگ بزن بیارش، برو زنگش بزن بگو بعد داداشم عشق من چقدر دلم واسه تنگ شده. حالا درسته مثلا هیچی اصلا یادت نیست از یاروها، ولی دلت تنگ شد الکی بگو اینا رو، بیارش تو بیزینس، بیارش جزت کار تو تیم باشه. من یه نفر آوردم، جایزه نمیدی؟ به عزیزم به تو جایزه میدم، بیا نه جدی جایزه دفعه جدی جایزه دفعه. بله معلوم جایزه میدم، جایزه کار کار واقعیه. من آمدم با یکی که اون نیما داره کمکم کن فروش دو باری کلا این عضو جدیدمونه، این قراره به تو فروش کمک کنه. آره آره من باباش بستم، هر کسی میتونه تو گاوان میتونن. بنده به عنوان لیدرتون چند تا نکته میخوام بهتون پرزنت بکنم بعد از اینکه این چیزایی که بهتون گفتم رو یاد گرفتین شروع میکنید به انجام کار. نکته اول که قبلا من بهتون گفتم مهم نیست، هر کسی رو که میتونید بعد وارد کار بکنید و بهش محصولات دهکدمون رو بدین که بره برامون بفروشه، بیش درصد میدین پولدار میشه. در عرض 3 روز میتونید اسب دایموند داشته باشید. حالا هیچ فرقی بین من و امین نیست، یعنی یه جایزه ندارم؟ بیا این جایزه برای تو. خاک بر سرت، اینه که من خودم زامبی هم میکشم بهم میدادن. صبور باش ببین الان یه دونه گاو آوردم، آرمورای آهنی داشته باشم. به این سری آیتم از دهکده آوردم که آیتم های خوبی هستن، زحمت شما کشید برید بفروشید، درصد خودتون رو بردارید، درصد دهکده هم بدید، درصد من هم بدین، تمام. سروش چرا رفتی سوار قایق شدی؟ این بله آقا این هم شد جزء مجموع من. رفتون هرم پدرام زیر مجموع پدرام قوی بهش جایزه میدم. برای نیما فکر کنم تلخه ولی نه. نه بهش میدم، بهش چیزای خوب میدم. ببینی که پدرام توی این فاصله ای که زودتر رسیده گوشت بهت دادم، گوشت بخور. آیتم هایی که از دهکده بردم شامل این پشم ها میشه. حالا اینکه این پشم ها رو چجوری میخواییم بفروشین دیگه به من ربطی نداره، خودتون هر جوری صلاح میدونید این پشم ها رو بفروشین. تو میخوایی این پشم ها برای شما، این رو پشما رفت واسه پدرام. یه سری گل آوردم، این گلا خاصیت دارویی دارن. گل که حالا بیا این گلم برای تو دیگه ببینم چی کار میکنی دیگه. گلا رو برو بفروش. حله یه سری یونجم آوردم نیما جون، یه سری گندم، حالا یونجه که نه، گندم آوردم، گندم بفروش به الان اصلا داشتم صحبت میکردم با سروش میگفت گندم و یونجه و اینجور چیزا اصلا بازار داره. احسنت، شما مگه مثل من خوب بفروشین میتونید در حالی که سوار بر اسب دایموند هستین گوشت استیک بذارین گوشه لپتون از زندگی لذت ببرید. حالا برید کارتون رو بکنید ببینم چیکار میکنید. آقا ببخشید یه دقیقه صبر کنید، میدونم بارون میاد، من یه دقیقه کارتون دارم. آقا جناب در باز میکنم. آقا نیا سلام، خسته اول من اجازه یه دقیقه وقتتون رو بگیرم. آره شرمنده بیرونم، بارونیه من خودم بعدم سوپ. من دوست ندارم من پایین شرط و پرتو گوش کنم. آقا وایسه جناب هم سوال میزادم پرید پایین، یعنی پوری پرید پایین فرار کرد، دلش نمیخواد بشنوه هیچ. سلام سلام خوب هستین؟ سلام من یه نمیتون وقتتون رو بگیرم. سریع بگو کار دارم. من میبینی تو میبینی این شاید به نظرتون بیاد که پشم عادیه ولی نه وای صدام صحبت ندارم. این مموری پشمه، این مموری پشمه. حالا اگه گفتین کار برده شیه شما تو طول روز از یه عالم موضوع تعجب میکنین، یا مثلا یه اتفاق میفته پشماتون میرزه، بعد اگه این مموری پشما رو داشته باشی این سر جاش میمونه دیگه نمیرزه. این مشکل برای بچه جون خودتو مسخره کن، موزل بزرگ. آقا نمیخوای پشم بینا که یه دونه انداختم استفاده کن. خوبه
بگم همین الان تو پشمات ریخته این اردوشی مثل اینکه جواب نمیده پدرو. بذار ببینیم نیما داره چیکار میکنه. نیما تو تونستی چی بفروشی؟ صبر کن وایسا پدرو بیا اینجا ببینم باوراتو. باور میکنی؟ آفرین باوراتو باور میکنی. Moments later. نیما راستی من یه سری گاو دیده بودم فکر میکنم خوراک خودت باشه. بیا این سمتی ببینیم. ببینم ببینم اینجا اینجا. نه نه اینا هچا همشون نرو یوتیوب برو تو بیا خب در ببن. حل سلام بر دوستان گلم، امیدوارم حالتون خوب باشه. بچه ها ممنونم از اینکه انقدر دقیق با چشماتون دارید به لبای من توجه میکنید و حرفامو گوش میدید. براتون یونجه آوردم، یونجه خیلی خفن. کاهو نیست، مثلا کاه نیست، یونجه درجه یکه. اینا رو شما بخورید به جای شیر دیگه چه تعجب میکنی؟ چیزی نگفتم هنوز که. الان اینا رو شما بخورید دیگه به جای شیر شیر کاکائو میدید. بیا الان بیا این رفیقمون نگاه کن، پشت در نگاش کنید، این الان چند وقته داره شیر کاکائو میده. من هر روز صبح خودم دارم مصرف میکنم، شیر کاکائوش هم درجه یک، کلی رویه میبنده روش. بیا شما بیان جزء. خیلی خوب پرزنت میکنی به نظرم نیما، عالی. توجهی میکنن واقعا، توجه اینا به نظر من خیلی جالبه، ولی هنوز متقاعد نشدم. به نظرم باید بیشتر ادامه بدی، بیشتر تلاش کن. اگر به من اعتماد بکنید و اینا رو بخرید، بهتون 20% هم رو هر کدومش تخفیف میدم. تازه به خودتون هم میتونم این یونجه ها رو بفروشم، برید به رفیقاتون هم بدید دیگه، چی بهتر از این میخوای؟ بیا دیگه، بیا این یونجه دستم دیگه، بی بخور. نظر میاد که نمیخوام. خاک بر سرت. به زور بیارش، به زور بیارش. به زور بیارش چی؟ یورو نمیخواد بگیره دیگه، برای چی به زور بیارش؟ به زور. گاوا شاخ دارن، میزنن. به فکر دهکده باشین، به زور بیارش. من زره کم کم قضیه شک. بذارید منم تلاشمو بکنم، این دندلاینا رو ببینم میتونم بفروشمشون یه جوری به یه نفر. آقا به کی بفروشیم؟ شما به نظر میاد که نیاز دارید. برو بچه جون، من چیز نیاز ندارم. شما همونی بودی که پریدی پایین از دست پدرام در رفتی. آه شما نیاز دارید. آقا اگه شما به نظرتون نه؟ شما آه ببین من میخوام واسه یه چیزی رو توضیح بدم. اون گلی که دست من میبینید شما، این دندلاینه. شاید بپرسی که آقا دندلاین چیه؟ آره چیه؟ دندلاین گلیه که وقتی شما روغنش رو بگیری بمالی روی پنبه و از پشت واردش کنی، حالا من زیاد توضیح نمیدم. اگر شما من خودم جایگذاری میکنم پنبه رو، اگه دوست داشتید من حتی این کار رو انجام میدم. خلاصه این روغن دندلاین رو که شما اعمال کنید روی پشتتون، اتفاقی که میفته که بینیتون کوچیک‌تر میشه. که داری یکی چپان دروغ گفت میکنه، میخوابه و خیلی سربالا با سوراخ‌هایی که تو چشم نفر مقابل نگاه میکنه. نمیخوای؟ خودت احسن. به نظر میاد که نمیخواد. شما چی؟ بچه ها شما هر کدوم کدومتون که درو بست هستن، مثل اینکه نمیخواد. چرا سختی به همین دادی؟ روغن دندلاین. همین یه دقیقه وایسا. چی شده؟ موسی اینجا وایساده. محافظ شخصی دارم. وایساده جلو. الان این گاو منم. مثل که گاوای دیگه باهاش حرف زدم متقاعد شد. گواجی من دیگه نیستم. نمیام. حتی گاوا برگشتن به ما گفتن که این محسن شما رو اسکول کرده. خودش میخواد همه سودا رو بگیره. بعد هیچ کاری پولام نگرفتم حسین. چی شد؟ قرار بود اسب بگیریم یه روز کار کنیم. چی شد؟ آخه بالاخره من بعد محافظ میگرفتم یا نه؟ من الان محافظ گرفتم با این پولایی که شما کار کردین. ببین الان ما هممون تست کردیم این آیتما رو. تو مطمئنی کسی رو پیدا کردی که اینا رو بخره ازت؟ هیچ کس به قاضیشون نبود. تازه من شنیدم از همین ویلجرها میگفتن این مسیران اصلا کلاهبرداریه. من خواهم همه این مموری ها رو زدم، مموری پشما رو، ولی زامبی من پشمام ریخت. دیگه اون خودت گفتی داخل من نمی... نه تو مطمئنی که موفق شدی؟ لحظه بیست بیان پیش محافظم. سندی مبنی بر اینکه فروش داشتی الان داری که ارائه بدی؟ من سند دادم دیگه، اون مدارک رو دیدین دیگه، اینا همش مدارک موثق. آخه اینو من نشونه آدمای این کارو دادم، گفتن این نه مهری داره نه چیزی، اصلا قابل تایید نی. نیما موقعی که بهم گفتن واقعا من یه چیزی الان یادم افتاد امین. یادت من یه دونه صدل صبر کن صبر کن صبر کن نگو نگو نیما جون اپیزودی که جایزه شما من ما یه اپیزود رفتیم فورترس و اگه اشتباه نکنم دو تا آرمور اسب دایموند آوردی. خب اینو از کجا آوردی؟ نبود اصلا. محسن بیا اون اپیزود نبود. بگیرین. نه. بازم محسن بازم سرمو کلا گذاشتی؟ نه. محسن باز به تو اعتماد کردیم و باز نتیجهش دروغ گفتی به ما محسن. بازم خجالت. پرید پایین. فرار کرد. نباز دنده باشه که دیگه به نظرم بسته. همون میخواد گنگ برخصه.
بچه گمش کردم و دیگه بیشتر از این اصلا درست نیست که ما صبر کنیم بعد از این همه گنکاری که محسن کرده. قسمت آینده منتظر باشید محاکمه محسن رو با هم دیگه میبینیم. تا قسمت بعدی توی قسمت کامنت ها بنویسید که دوست دارید چه بلایی سر محسن بیاریم و هفته بعد منتظر اپیزود دادگاه محسن وفانژاد باشید. فعلا.